یکی از اشکالاتی که دیگه اهل خلاف به ما میگیرن جریان توسل به اهل بیته که جوابشو خود عایشه تو این حدیث داده. به ما میگن آقا شما مشرکید. چرا؟ چون یا علی میگید. یا علی یعنیش یعنی توسل به امیرالمؤمنین پیدا میکنید. یعنی واسطه قرار میدید اهل بیت رو برای خدای متعال. حالا ببینید خود عایشه در حدیث پیغمبر چی میگه؟ حدیث شیعه نیست. یا آدم ها اولا صفوتی من خلقی، اینا برگزیدگان من خدا در این عالمن. یعنی اگر کسی علی رو قبول نکرد خودشون دارن میگن خدا رو قبول نکرده. چرا؟ چون علی رو کی انتخاب کرد؟ صفوتی من خلقی، من خدا میگم علی، من خدا پیغمبر، من خدا گفته حضرت زهرا. اومد خدمت امام سجاد از زنادقه است، کافره، عرضه داشت آقا مگر شما براد پسر کوچک امام حسین نیستید؟ مگر علی اکبر بزرگتر از شما نیست؟ حضرت فرمودن چرا؟ حالا تا اونجای روایت حرفش زیاده، مزخرف زیاد گفته، خیلی معذرت میخوام. تا اونجایی که بهش گفتن، عرضه داشت که آقا من میگم آقاها، اون آقا نگفته ها، زندیقه، چطور میگید شما امام بعد از امام حسینید اگر علی اکبر بزرگتر از شما هست؟ شما که نباید امام بشی، علی اکبر قبل از کربلاس ها، چون اسامی رو پیغمبر ذکر کرده، اسامی رو امیر المؤمنین ذکر کرده، امیر المؤمنین امام حسن ذکر کرده، خود امام سجادم غالبا ذکر کرده. چرا شما ادعای امامت میکنید بعد از پدرتون؟ بعد از پدرتون علی اکبر. حضرت فرمودن این کار خداست. جواب تام و کامل، کلام الامام امام الکلام، اینم همینه. ای آدم اینا میدونی کیان؟ اینا افرادیان که من انتخاب کردم. ها جریان سقیفه رو عایشه راه انداخت، من میگم علی، تمام شد. لذا فرمود من انکرنا انکر الرسول و من انکر الرسول انکر الله تبارک و تعالی. کسی که منکر من امام صادق بشه پیغمبر رو قبول نکرده، و کسی هم که پیغمبر رو قبول نکنه خدا رو. چرا؟ چون من امام صادق رو خدا تعیین کرده. این معلومه ها. بیاد تو این جمله یا آدم، میخونم جمله رو برمیگردم. فَإِذَا كَانَ لَكَ إِلَيَّ حَاجَةٌ فَإِذَا كَانَ إِلَيَّ لَكَ حَاجَةً حَاجَةٌ. حاجت یعنی چه؟ حاجت مطلقه، از هر گرفتاری و مشکل و حاجتی همه رو میگن حاجت. یعنی یه وقت انسان کارش گیر میکنه، خب مثلا میره در خانه اهل بیت و واسطه قرار بیده برای خدای متعال. وابتقوا الیه الوسیله. اما حالا میخوام همین حدیث رو بگم. یه وقت مشکل و گرفتاریه، مریضی هست، سقمی هست، گرهی هست، حالا هرچی هست، نعوذن بالله، بنا میبریم به خدا، میره در خانه اهل بیت حل بشه. یه وقت نه گره ندارد، مشکل ندارد، حاجت دارد. حاجت مطلق از این که گرفتاری باشه یا نباشه. فیه مهمومون مغمومون و طالبو. یه وقت امور مربوط به دنیاست، برایش سخته، میاد متوسل میشه. یه وقت دل شور قیامت رو میزنه، فیه مغمومون الا، میاد در خانه اهل بیت. یه وقت نه، یقین داره دنیا و آخرش حله، میگه خدای من به هر چه دادی راضیم، اما خب خونه دارم، خونم الحمدلله مال خودمه، اما اگر یه خونه بزرگتر بهم بدی بیشتر میتونم خدمت کنم. این مشکل نیست، این حاجته، این در حد یک لطفه که خدای متعال در حقش بکنه. تمام اینها رو میگن حاجت. یعنی چه درخواست عادی باشه، چه برای رفع و گرفتاری و مشکل باشه، دو زبان عرب کلشو میگن حاجت. خطاب شد ای آدم، اذا فاذا کان لک الی حاجتون. خیلی دقت دارد ها، کان خودش از افعال چیه، معناش چیه، بماند، مال اینجا نیست. خود الیه، خود لکه، داله بر تأکید مطلب. یعنی آدم بدون که تنها راهش همینه، خودمونش این میشه.
که اگر توی آدم که اشرف مخلوقات و پیغمبر من خدایی، نه فرزندان تو که پیغمبر و معصوم نیستن، داره با آدم خدا حرف میزنه، دیگه تکلیف ما معلومه. ای آدم، تو که مخلوق منی و اشرف مخلوقات منی و معصومم استی و ابوالبشری، این حالته که اگر هر حاجتی نسبت به من خدا داشته باشی، تعبیر اینه، کی دارت میگه؟ عایشه تو صحیح بخاری، فبه ها اولا اتوسل، فقط و فقط باید به اینها متوسل بشی. همینه که میگن ما مشتکیم.